سرخط مهمترین ها. چهره 10 میلیون دلاری در برابر دوربین رسانه ها. سراج الدین حقانی پس از 20 سال امروز در برابر رسانه ها ظاهر شد. تعلیم خبری کوي دی، خزی خبری کوي چی دی، خزی تا دی کار اجازه نورکوله کی، تعلیم اجازه نورکوله کی، نن زمونگ تا سخیان دی دلتا اندی پا دی مراسیم که رسراناستی دی. تلاش برای خودکفایی نیروهای امنیتی. قرار است پس از این تمام مصرفهای نیروهای امنیتی از عواید داخلی کشور پرداخت شود و به خاطر دفاع از ارزشهای اسلامی و تمامیت ارضی خود تخمیناً 350 هزار نفری نیروی امنیتی را در نظر گرفتند. سایه جنگ اوکراین بر افغانستان. کمیته جهانی نجات گفته جهان نباید با تمرکز به بحران اوکراین وضعیت در افغانستان را نادیده بگیرد. بازیگرایی که در افغانستان مصروف هستند، همو بازیگرا در اوکراین مصروف هستند. و دهمین روز یورش نظامی روسیه بر اوکراین. وقت بر شما بخیر. بیننده مهمترین ها از یک با من ادریس فاروقی هستید. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله امروز برای نخستین بار در برابر رسانه ها ظاهر شد. آقای حقانی میگوید که با روی کار آمدن امارت اسلامی فرمان عفو عمومی در هیچ نقطه کشور نقض نشده. سراج الدین حقانی امروز در مراسم فراغت افسران پلیس در کابل در پیوند به بازرسی خانه ها از نیروهای امنیتی خواست که در هنگام بازرسی مردم را اذیت نکنند. سرپرست وزارت امور داخله بار دیگر همچنان به کشورهای جهان اطمینان می‌دهد که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. اسدالله حکیمی گزارش می‌دهد. حضور سراج الدین حقانی در برابر رسانه‌ها برای نخستین بار. 7 ماه پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، امروز برای نخستین بار سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله در برابر رسانه ها ظاهر شد. سرپرست وزارت داخله در مراسم فراغت شماره از افسران پلیس در کابل میگوید که پیش از این به دلیل چالش های امنیتی نمیتوانست چهره اش را همگانی کند. آقای حقانی میگوید اکنون صلح و امنیت سراسری در کشور تامین شده و تاکنون موردی صورت نگرفته تا کسی مجبور به ترک کشور شود. په څلور دیرش ولایتو کې یو ځای داسې پېښه منځته نه ده راغلي چې تاسو سبب د دې وګرځي چې تاسو ملکورانی چارو وزارت. او همچنان در پیان به شکایت ها در جریان بازرسی خانه ها سوی حکومت به مسئولان امنیتی توصیه می کند تا در بازرسی ایشان دقت کنند و اعتماد مردم را به دست آورند. سرپرست وزارت داخله از نیروهای امنیتی می خواهد که در صورت بروز هر نوع مشکل از بزرگان، وکیلان گذر و عالمان دین کمک گیرند. تصفیاتی عملیات روان دی پدو که تاسو دیر دی دقت و نکار اخلای، دیر دی اخلاق و نکار اخلای. تر خپل واسه پوره په وطن کې په منطقه کې موږ تاسو مخاور مشران دلته موجود دی، علما موجود دی، وکیل گزاران موجود دی. سرپرست وزارت داخله همچنان تاکید دارد شماره از زنانی که از اکادمی پلیس فارغ شدند شامل وظیفه خواهند شد. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله امارت اسلامی در لیست سیاه سازمان ملل قرار دارد. قرار است پس از این تمام مصرف‌های نیروهای امنیتی از عواید داخلی کشور پرداخت شود. عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس وزیران با ابراز این مطلب میگوید که امارت اسلامی برای دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور یک نیروی 350 هزار نفری را تشکیل خواهد داد که تمام مصرف‌های آن از عواید داخلی کشور پرداخت خواهد شد. آقای حنفی امروز در مراسم فراغت نزدیک به 500 افسر پلیس در کابل تاکید کرد که امارت اسلامی به هیچ کس و یا گروه اجازه نخواهد داد تا مردم افغانستان را متفرق کند. او تاکید دارد که در افغانستان هیچ مشکل سیاسی و انتقام گیری وجود ندارد و از کسانی که کشور را ترک کرده بار دیگر میخواهد دوباره به کشور بازگردند. در این مورد هم گزارش از اسدالله حکیمی. پس از روی کار آمدن امارت اسلامی برای نخستین بار صدها تن به شمول بانوان اینجا پس از فراگیری آموزش نظامی فارغ می شوند. افسران جوانی که پس از فراگیری یک دوره 4 ساله آموزش نظامی آماده خدمت شدند.
مراسم فراغت 470 افسر پلیس به شمول ده ها بانو اینجا در اکادمی پلیس در کابل برگزار شده است. سرود های حماسی برای آزادی، اجرای نمایش های گوناگون از عملیات نمادین کشف جرم گرفته تا نمایش های ورزشی بخش از این مراسم را تشکیل می دهد. در این نشست شماره از مقام های ارشد امارت اسلامی نیز شرکت کردند. عبدالسلام حنفی معاون رئیس وزیران می گوید که امارت اسلامی برای دفاع از کشور در تلاش تشکیل یک نیروی 350 هزار نفری است. آقای حنفی همچنان می گوید که حکومت متعهد به داشتن نیروی امنیتی مسلکی است و پس از این مصارف نیروهای امنیتی نیز از عوایل داخلی تامین خواهد شد. پردیر و لگ و مالی امکانات سرا مود پولیس و اکادمی چاری پیل کری او تردیز آیمو را رسولی او جمانیو چی همدازی پا دوام ورکلو. امارت اسلامی افغانستان به خاطر تأمین امنیت در جغرافیای افغانستان و به خاطر دفاع از ارزش های اسلامی و تمامیت ارضی خود تخمیناً 350 هزار نفری نیروی امنیتی را در نظر گرفته است. این مقام بلندپایه حکومت میگوید که امارت اسلامی به هیچ کسی و یا گروهی اجازه نخواهد داد تا با استفاده از نام قوم و سمت مردم را متفرق کنند. او بار دیگر به جهان اطمینان می‌دهد که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه کشورهای دیگر نخواهد بود. ما هیچ کسی را به هیچ ولسوالی، به هیچ ولایت افغانستان اجازه نمی‌دهیم که به عنوان قوم، به عنوان سمت و یا به عناوین دیگر در اینجا ملت افغانستان را تخریب بکند. عبدالسلام حنفی بار دیگر از کسانی که کشور را ترک کرده از جمله جنرالان و افراد متخصص می‌خواهد برای آبادی کشور دوباره به افغانستان برگردند. بر اساس بعض تشویش ها از وطن برآمدند، بیایند در وطن. همه کادرهای افغانستان، جنرالان افغانستان، همه متخصصین افغانستان اینجا با ما هستند. اونا هم بیایند در وطن خود. هیچ مشکل در این وطن وجود ندارد. همزمان این افسران که پس از 4 سال دوره آموزش نظامی فارغ شدند، تعهد خدمت به کشور می دهند. در پایان این نشست، سند فراغت این افسران پلیس که از 5 بخش سرحدی، امنیتی، لوجستیک، جنایی و زندان ها فارغ شدند، به آنان تحویل داده شد. کمیته جهانی نجات میگوید که جهان نباید با تمرکز به بحران اوکراین وضعیت در افغانستان را نادیده بگیرد. این نهاد گفته که جهان باید از این فرصت برای جلوگیری از قحطی و بحران انسانی در افغانستان تلاش کند. همزمان سازمان همکاری های اسلامی از ادامه کمک ها برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان خبر داده است. بشیر احمد شیرزاد با جزئیات بیشتر. بحران افغانستان زیر سایه بحران اوکراین. پس از یورش نظامی روسیه بر اوکراین، نگرانی ها از به حاشیه رفتن افغانستان از محراق توجه جهان بیشتر شده است. در تازه ترین مورد، کمیته جهانی نجات با نگرانی از بحران انسانی در افغانستان گفته که جهان نباید از وضعیت در این کشور غافل شود. این نهاد از جهان خواسته که از فرصت پیش آمده در افغانستان برای نجات جان افراد و پایان دادن به شرایط رقتباری که پیش روی بانوان است استفاده کند. ما از ایالات متحده و سایر کشورها به ویژه از تصمیم هیئت بانک جهانی برای اعطای 1 میلیارد دلار از صندوق امانت بازسازی افغانستان به سازمان ملل متحد و سازمانهای مددرسان فعال در این کشور استقبال میکنیم. شماری از آگاهان هم میگویند که با توجه به وضعیت بحرانی در اوکراین، افغانستان از محراق توجه جامعه جهانی به ویژه کشورهای کمک کننده به افغانستان به حاشیه خواهد رفت. مشقات جنگ که مردم افغانستان در 40 سال گذشته تجربه کرده، خودشون تجربه میکنند. در فرار اوکراینی ها و سرازیر شدنشان در کشورهای اروپایی. در آینده نزدیک 90% کمک اروپا معطوف میشه به کسانی که از منطقه خودشان است. بازیگرایی که در افغانستان مصروف هستند، همو بازیگرها در اوکراین مصروف هستند و در حقیقت میتونه این دو کشور منیسی اگاله فشار بالای که دست استعمال بکنه. میترسم از این که
هر کشوری که در اوکراین به شکست مواجه شوه انتقام خود از یک میدان دیگه به نام افغانستان بگیره و ما در حقیقت میدان بسیار مساعد داره متاسفانه. همزمان سازمان همکاری های اسلامی از ادامه کمک ها برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان خبر داده است. این سازمان گفته که اخیراً دولت نایجیریا $1,000,000 را به صندوق امانت بشردوستانه در افغانستان کمک کرده است. این صندوق توسط سازمان همکاری های اسلامی با تجدید بحران بشری در افغانستان ایجاد شده است. در این میان شماری از شهروندان کشور از توزیع ناعادلانه کمک های بشری شکایت دارند. مردم گرفته، بعضی نفر، سه نفر، چهار دفعه هم گرفته، پنج نفر دفعه هم. اما ما تا امروز سوزن هم نیک سروه شده، می از ما کسی پرسان کرده، نیک چیزی بر ما رسیده، شش ماه که بیکار هستیم. کسی که کمک میکنه، بیدر به مستحقش برسه. به مستحق بتاوه، هرکی که مستحق از خانوش هست، بیدر سروه میکنه دلش، بیدر خودش میاد چک میکنه دلش. هر رقم که میکنه بده ما حکومت نمیره خواهش ماست که به مستحقش توزیع کنه. کمک های توزیع میشود اصلا به مردم نمیرسد و اگر برسه هم در کسایی میرسد که بچه کاکای و کل باشد، بچه مامایش باشد، هر قومی خود میگیره و مردم بیگانه را هیچ نامش نمیگیره. سازمان همکاری های اسلامی همچنان از تمام کشورهای اسلامی خواسته که به کمک هایشان از طریق حساب بانکی که برای صندوق امانت بشردوستانه افغانستان در بانک توسعه اسلامی ایجاد شده ادامه دهند. کشورهای اسلامی در نشست فوق‌العاده‌ای که اخیراً به میزبانی پاکستان برگزار شده بود، تعهد کرده بودند که برای ایجاد مکانیزم کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تلاش می‌کنند. شمار از سازمان‌ها و نهادهای جهانی نشست را برای بررسی وضعیت اقتصادی و بشری افغانستان در قطر برگزار کردند. در این نشست افزون بر حضور نمایندگان از سازمان‌های مددرسان جهانی، نمایندگان از کشورهای اتحادیه اروپا هم حضور داشتند. همزمان سرمنشی سازمان ملل در یک تماس تلفنی با وزیر خارجه قطر از دوحه خواسته تا از نفوذ خود برای داشتن یک تعامل مثبت حکومت جدید افغانستان با جهان استفاده کند. هادی سحر. نشست زیر نام سیاست بشر دوستانه برای رسیدگی به بحران انسانی در افغانستان، بررسی نیازهای بیدرنگ به مردم افغانستان و یافتن راه حل‌های دراز مدت هدف برگزاری این نشست است. شماری از نمایندگان نهادهای مددرسان از جمعیت هلال احمر قطر، دستیار سرمنشی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر و نمایندگان از اتحادیه اروپا و آمریکا هم در این نشست حضور یافتند. در این نشست بر رسیدگی بیدرنگ بر بحران انسانی در افغانستان تاکید می شود. جامعه جهانی مجبور است بیدرنگ با حکومت جدید تعامل کند، زیرا هیچ فضای برای صبر کردن و دیدن اوضاع وجود ندارد. از آنجایی که می دانید بسیاری از اهدا کنندگان تلاش می کنند به افغانهای آسیب پذیر کمک کنند، لذا احساس می کنم این نوع برخورد جامعه جهانی فاجعه بار خواهد بود. همزمان وزیر خارجه قطر در تماس تلفنی با دبیر کل سازمان ملل متحد درباره وضعیت سیاسی، اقتصادی و بشری در افغانستان گفتگو کرده است. وزیر خارجه قطر گفته که کشورش آماده است با سازمان ملل درباره افغانستان همکاری کند. آنتونیو گوترش از قطر خواسته در تأمین ثبات و امنیت در افغانستان تلاش بیشتر کند و حاکمان جدید را با داشتن تعامل مثبت با جامعه جهانی ترغیب کند. ما همین را در یک بحران کلان سیاسی و نظامی در اروپا قرار داریم. جنگ روسیه و اوکراین هست و اگر در چنین شرایط کشورهای حاضر میشن و نشستهای در مورد افغانستان میگیرن و میخواین کمکهای اقتصادی بکنن و منجر شوند به تغییر مثبت سیاسی در افغانستان، ضرور است، مهم است و ما باید روی حمایت کنیم. این نشست در حال برگزار شده که قرار است بریتانیا و آلمان نیز یک نشست مشترک را در پایان ماه روان میلادی برای جلب کمک‌های بیشتر جهانی برای افغانستان در لندن برگزار کنند. مقام‌های وزارت زراعت می‌گویند که روند ساخت و ساز باغ‌های میوه در 12,000 جریب زمین زراعتی در ولایت ننگرهار در حال اتمام شدن است. با گفته مقام‌های وزارت زراعت، کار ساخت و ساز باغ‌ها برای 5 سال قرارداد شده تا
در این زمین ها باغ‌های مسمر ایجاد و از آن حفظ و مراقبت صورت بگیرد. آنان میگویند تلاش ها جریان دارد تا زمین های زراعتی را برای کشت و زمین هایی که از سوی افراد غصب شده دوباره بگیرند. در این مورد گزارش از نوید صمدی. آغاز روند ساخت و ساز باغ‌های مسمر در افغانستان. وزارت زراعت میگوید که برای ایجاد سرسبزی در ولایت ننگرهار نزدیک به 12,000 جریب زمین را با شرکت‌های خصوصی برای 5 سال قرارداد کرده تا در زمین‌های یاد شده باغ‌های مسمر را ایجاد و در حفظ و نگهداری آن فعالیت نمایند. سرپرست وزارت زراعت میگوید که روند ایجاد باغ و نهال‌های میوه در ننگرهار در 7,000 جریب زمین تکمیل شده و قرار است تا در 5,000 جریب زمین دولتی دیگر نیز این روند ادامه یابد. مقام ها در این نهاد می افزاید که زمین های دولتی که از سوی افراد غصب شده است را نیز دوباره آزاد خواهند کرد. دول است زر جریب امزه که در ملته باغون دلتا کارو او دقا جمله سخه دو سوا 15 جریب امزه که در هدف شرکت اجاره واخسته و دقا کار شروع کرده. از سوی هم رئیس کانال ولایت ننگرهار میگوید که در نظام گذشته هم برای ایجاد این باغ‌ها قراردادها صورت گرفته بود اما در آن فساد وجود داشت. او میافزاید که به هیچ کس اجازه غصب زمین‌های دولتی را بعد از این نخواهند داد. قراردادونه چې وجود محل د غصب د پاره بکیدل که اوس وجود محل قرارداد ورشي امید دی تشته چې هغه انقلاب چې هغه بدبخت انقلاب او خلک د خپل ملکیتونو نه مصروف ساتلی وو او لاسرسی ورته نه کېده، نو امید داسې شته چې پر روان کې به د دغې بدبختۍ نه موږ او تاسو خلاص یو. که اوږدمهال قرارداد هم وي نو هغه اداره چې چا قرارداد کړی هغه مهار کولی شي او د هغې انتظام کولی شي. شرکت هایی که قرارداد این روند را بر عهده گرفتند از حکومت خواهان همکاری با آنان در بخش باغداری هستند. باشندگان ولایت ننگرهار میگویند که همساله از سوی مسئولان حکومتی و شهروندان برای سرسبزی این ولایت نهال غرس میکنند و از اثر بی‌توجهی دوباره از بین میرود. مسئولان محلی در این ولایت به شهروندان اطمینان میدهند که در راستای حفظ و مراقبت از این باغها تلاش همه جانبه را انجام خواهند داد و همکاری مردم را نیز در این راستا خواهانند. ادامه مهمترین ها. در دهمین روز یورش نظامی روسیه بر اوکراین، روسیه برای تخلیه غیر نظامیان از دو شهر اوکراین به صورت موقت اعلام آتش بس کرده. همزمان رئیس جمهور اوکراین از مخالفت ناتو با اعلام پرواز در آسمان اوکراین به شدت انتقاد کرده، اما ناتو میگوید که اگر با اعلام پرواز ممنوع توافق میکرد جنگ در سایر کشورهای اروپایی کشیده میشد. در این حال وزیر خارجه آمریکا میگوید که اوکراین در برابر روسیه پیروز خواهد شد، اما او تاکید دارد که این جنگ به این زودی تمام نخواهد شد. دهمین روز یورش نظامی روسیه بر اوکراین، جنگی که از همان روز اول تا کنون بدون وقفه ادامه دارد. روسیه پس از تصرف دو شهر مهم اوکراین حالا با آتش بس موقت در دو شهر توافق کرده است. وزارت دفاع روسیه گفته که آتش بس برای تخلیه غیر نظامیان صورت گرفته است. اوکراین اما بر روسیه هشدار داده که نباید از این کار سوء استفاده کند. همزمان با ادامه این درگیری ها در اوکراین، وزیر دفاع این کشور اعلام کرده که بیش از 60,000 شهروند این کشور برای مبارزه با یورش نظامی روسیه دوباره به اوکراین برگشتند. هر کس میگوید که در چنین شرایط نباید به اوکراین بروید، اما من میگویم که ما باید برگردیم. ما میتوانیم به زندگی عادی خود ادامه بدهیم، هرچند که در اینجا جنگ است. وقت جنگ شروع شد من نمیتوانستم غذا بخورم و نمیتوانستم خواب کنم. ما تصمیم گرفتیم دوباره به کشور خود برگردیم، اما به من احساس بهتر داد. از سوی مخالفت ناتو با اعلام پرواز ممنوع در آسمان اوکراین، خشم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور را برانگیخته است. رئیس جمهور اوکراین میگوید که ناتو عمدن با این کار مخالفت کرده است. ناتو با وجود اینکه میداند حمله های جدید و تلفات انسانی اجتناب ناپذیر است، عمدن با بستن آسمان اوکراین مخالفت کرده است. امروز رهبری این ائتلاف برای بمباران بیشتر شهرها و روستاهای اوکراین چراغ سبز نشان داد و با برقراری پرواز ممنوع مخالفت کرد.
ناتو اما میگوید که برای جلوگیری از گسترش جنگ در اروپا با این کار مخالفت کرده است. ارزیابی ما این است که ما ناگزیری شما را درک می‌کنیم، اما ما باور داریم که اگر ما این کار را انجام می‌دادیم، سبب جنگ و درگیری در بیشتر کشورهای اروپایی می‌شدیم که این کار سبب قربانی شدن انسان‌های بیشتر می‌شد. از سوی وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که اوکراین در برابر تهاجم روسیه پیروز می‌شود. وزیر خارجه آمریکا با ستایش از استادگی اوکراین در برابر روسیه میگوید که این جنگ به این زودی به پایان نمیرسد. متاسفانه این جنگ وحشتناک و غم‌انگیز به این زودی پایان نمییابد. ما باید تلاش‌های خود را برای پایان این جنگ و مسئول دانستن آنها بیشتر کنیم. در ادامه تحریم‌ها شرکت پرداخت آنلاین پیپل خدمات خود را در روسیه متوقف کرده است. پیش از این سامسونگ قول الکترونیک کره جنوبی اعلام کرده بود که دیگر با روسیه همکاری نخواهد کرد. پس از گذشت 7 ماه برای نخستین بار بزرگترین جشنواره ورزش بالینگ امروز در کابل با حضور مقام‌های ارشد حکومتی و نزدیک به 100 ورزشکار برگزار شد. رقابت این رشته ورزشی در 3 بخش، رقابت میان خبرنگاران، ورزشکاران و برای نخستین بار میان ناشنوایان برگزار شد. مسئولان در اداره ورزش افغانستان هم از کارکرد این رشته ورزشی در سالهای پسین قدردانی میکنند و تاکید بر حمایت این رشته در سراسر کشور دارند. فدراسیون بالینگ همچنان از حضور افغانستان در رویدادهای جهانی و آسیایی و برگزاری رقابت‌های این رشته تا چند بعد در کابل و ولایت‌ها خبر می‌دهند. در این مورد گزارش از سهیلا یوسفی. برگزاری بزرگترین جشنواره ورزش بالینگ در کابل. پس از 7 ماه اینجا دوباره قرار است رقابت بالینگ برگزار شود. رشته‌ای که فیصدی زیاد آن در 5 سال فعالیتش برای دختران کار کرده است. از گوشه گوشه کشور پای 10 ها دختر و پسر را به این رشته ورزشی کشاند و تا رقابت‌های آسیایی و جهانی رساند. حالا اما پس از 7 ماه متوقف بودن دوباره نفس تازه می کشد. دغه لوبې نن د اووه میاشتو څخه وروسته د لومړي ځل لپاره په لاره واچوله. زموږ راتلونکی پلان آسیایی او نړیوالو لوبو ته د غوره لوبغاړو غوراوی ده، تر څو پورې وکولی شو په راتلونکو نړیوالو آسیایی لوبو کې د افغانستان لپاره ویاړ راوړو. مسئولان در اداره ورزش افغانستان هم از کارکرد این رشته ورزشی در سالهای پسین قدردانی می کنند و تاکید بر حمایت این رشته در سراسر کشور دارند. ز خوشحالم چې په دغه سیو حالت که چې موږ تازه له جګړې څخه خلاص شوی یو او سلویش کال جګړه ونه بیا هم توانیږو چې یو په بل پسې ځینې داسې لوبي چاوی یا ستونزی لرلی یا دی نور و مشکلات و لعمل ستونز سر مخصه ولی ملگری بکی کوشش کوی او بیرت میدانون و تراوزی. شمار از مقام های حکومتی نیز به باشگاه بالینگ آمدند و از تلاش های این رشته ورزشی در رشد بالینگ در کشور قدردانی می کنند. کوشش وسی که پدی که نور رشد وسی پرمختگ وسی مردم ملی اولمپیک اداره عمومی اداره باور لرم چې هغه یې راجمانه ده. هغه لوبي چې هغه مړی سوی وي د افغانستان د کلتور یوه برخه وه، موږ د عنعناتو یوه برخه وه، هغه یې بیرته راژوندی کړ. نسل جوان ورزشکار در تقویت وحدت ملی کوشا هست. نسل جوان ورزشکار تلاش میکنه که بر گسستها غلبه پیدا بکنه و تفوق حاصل بکنه. نسل جوان ورزشکار با همایش های ورزشی که برگزار میکنه مثل امروز همگرایی را میان مردم تشویق میکنه، ترغیب میکنه و تقویت میکنه. این جشنواره در 3 بخش رقابت میان رسانه ها، رقابت میان ورزشکاران و نیز برای نخستین بار رقابت میان ناشنوایان برگزار شد. خواستم از فدراسیون و باشگاه تربیت بدنی همی است که مسابقات که شروع شد انشالله پس بند نشه، به خاطر که مسابقات ما تمرینات خود داشتیم در مقابل بانوان و آقایان ما بود و حال کوشش ما همی است که پس مسابقات ما شروع شد و ما بتانیم مسابقات خود انجام بود. جای خوشبختی است امروز بعد از حدودن 7 ماه ما شاهد آغاز بولینگ بودیم. برگزاری این مسابقات میتونه به خاطر رشد ورزش در افغانستان و در کنارش
امیدبخشی به آینده ورزش افغانستان مفید واقع شود. ورزشکاران ناشنوا هم خرسندند که فدراسیون بالینگ زمینی ورزش را در این رشته برایشان فراهم کرده. مسابقات برازیل 2022 در ماه می در برازیل و 24مین در المپیک تابستانی ناشنوایان را اندازی میشه. بتانیم که ناشنوایان را بیشتر حمایت بکنیم و آماده به مسابقات آسیایی و جهانی بسازیم. این رشته ورزشی دقیقا نزدیک به 5 سال پیش از امروز به ابتکار برخی از خبرنگاران ورزشی در افغانستان ایجاد شد و پس از عضویت در کمیته ملی المپیک افغانستان عضویت فدراسیون های جهانی و آسیایی را نیز به دست آورد. همچنان این رشته ورزشی که برخا به این باور بودند که در افغانستان تمام شد، اما امروز یک بار دیگر با حضور پررنگ ورزشکاران دوباره سرگرفته شد. سهیلا یوسفی، تلویزیونی یک، کابل. آل هم از وضعیت آب و هوای فردای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان و همچنان نرخ ارزها در بازار امروز کابل بدانید. ممنون که تا حالا بیننده مهمترین ها از یک بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.